نظر کتاب. ورقی فرض کن، یک روی در تو، یک روی در یار، یا در هر که هست. آن روی که سوی تو بود خواندی، آن روی که سوی یار است هم بباید خواند. پاهای وینستون در زیر میز بی اختیار حرکت می کردن. از جایش تکان نخورده بود، ولی در فکر داشت می دوید. با جمعیت بیرون همراه بود و از شادی فریادهای کر کننده سر می داد. دوباره به تصویر برادر بزرگ نگاه کرد، قولی که جهان را در چهنگ داشت، صخره‌ای که لشکریان آسیا بیهوده خود را به آن می کوبیدند. او می اندیشید که چگونه 10 دقیقه پیش، فقط 10 دقیقه پیش، هنگامی که هنوز نمی‌دانست اخبار رسیده از جبهه ها حاکی از پیروزی یا شکست است، قلبش همچنان سرشار از ابهام و احساسات متناقض بود. چیزی بیش از ارتش اورسیا معدوم شده بود از اولین روز دستگیریش در وزارت عشق. خیلی چیزها در وجودش تغییر کرده بود، اما هنوز آخرین، حیاتی ترین و شفابخش ترین تغییر صورت نگرفته بود. جورج اورول، نام مستعار اریک آرتور بلر، نویسنده و روزنامه نگار شهیر انگلیسی است که در کتاب‌های خود سعی کرده تا تصاویری از پاد آرمان شهرهای حکومت‌های وقت خود، به خصوص روسیه و استالین، را به نمایش گذاشته و در اصل این موضوع را بیان دارد که مقصود این حکومت‌ها در اصل پاد آرمان شهر می باشد. جورج اورول در رمان‌هایش با اتخاذ دیدگاه منتقدانه آینده مطلوب رهبران سیاسی و انقلابی را ترسیم نمود. تجربه سیاسی وی به همراه حضورش در جنگ داخلی اسپانیا و همچنین تجربه جنگ جهانی دوم در شکل گرفتن کتاب‌هایش نقش مهمی را ایفا نموده است. تأثیر کتاب‌های جورج اورول بر جامعه و فرهنگ سیاسی کماکان ادامه دارد. این تأثیر به قدری بوده که منجر به ورود کلمات جدید به ادبیات سیاسی گشته که از آن جمله می‌توان به برادر بزرگ، جنگ سرد، پلیس افکار، اتاق 101 و جرم فکری اشاره کرد که به همراه مفهوم اورولین امروزه در نوشته‌های سیاسی مورد استفاده قرار می‌گیرند. در زمان حیاتش، جورج اورول به عنوان یک نویسنده و روزنامه‌نگار شناخته می‌شد و آثار او که در قالب گزارش و مقالات منتشر می‌شد، منجر به شهرت یافتن او گردید، به طوری که وی را از جمله نویسندگان برتر بریتانیا دانستند. بنابراین خوانندگان کتاب در دنیای مدرن امروزی وی را به عنوان یک رمان نویس می شناسند که به خاطر شهرت کتاب‌های قلعه حیوانات و 1984 می باشد. برنامه دیگر از درگذر کتاب در کنار دوستان عزیزم مهیار، یار همیشگی، و پرنیان عزیز. خوش اومدید و صحبت درباره جورج اورول. میدونم که دوستان کتاب 1984 رو خوندن، بقلعه حیوانات رو، نه اینکه اون رو به تازگی خوندید، دوباره دوره کردید و من دوره نکردم. نه، من دوره نکردم. خب پس من تقلب کردم دیگه، واقعا باشه، چون که در دوره خیلی جوانی خونده بودم تقلب کردم، به پرنیان گفتم چی بود، من دوره کل داستان تعریف کردم. کتاب از قلعه حیوانات شروع کنیم، چون اگه هم بخوایم بخونیم جورج اورول، یعنی من به نظرم میاد که بهتر اول قلعه حیوانات یا هم مزرعه حیوانات رو، هم مزرعه حیوانات میاد درسته، اول مزرعه حیوانات رو بخونیم بعد بریم 1984 بخونیم. مزرعه حیوانات میشه گفت یه جوری یک داستان نمادینه از انقلاب هایی که توی قرن 19 هم شروع شد و توی قرن 20 هم رفت سپود. و اینو میچرخونه شیطنت میکنه تا قرن 20 هم ادامه داشت و توی اونها کارگرها به این نتیجه رسیدن که خب انقلاب کنن و دیگه حکومت مثلا استبدادی نباشه، و شروع میکنن به یک انقلابی توی خودشون صورت دادن. و توی قلعه حیوانات یا هم مزرعه حیوانات داستان اونو داره تعریف میکنه که یه روز حیوانات خیلی به تنگ میان از ستمی که رئیس اون قلعه بهشون میده و
نتیجه میگیرن که خب انقلاب کنیم و مزرعه رو مال خودمون بکنیم و از اونجایی که ما همه یکسان هستیم، مثل همیم، هممون حیوانیم، مثلا تمایلات همدیگر رو بیشتر درک میکنیم تا انسان ها، پس ما میتونیم زندگی خیلی بهتری داشته باشیم. و توی اون داستان خوک ها نماد افرادی از جامعه رو دارن که مثلا هوش بیشتری دارن، مثلا خوک ها اول همه نوشتن و خوندن و یاد میگیرن و در نتیجه خوک ها رهبری میکنن یه جورایی این انقلابشون رو و رهبری میکنن و به رهبری خلاصه بعدش آره که خلاصه میرسن به این نتیجه که نمیشه در اصل یه جوری که از یه دیدی بهش نگاه کنی میبینی که تمام اسما همیشه تهشون هی نمیشه، چون نمیدونم چه داستانیه، ولی وقتی انسان به قدرت میرسه کلن فراموش میکنه. یعنی این اتفاقی که دقیقا توی کتاب قلعه حیوانات و حتی تو 1984 اتفاق میفته که اینا وقتی که میرسن به قدرت تمام قانونهایی که خودشون وضع کرده بودن رو یه رعایت نمیکنن. مثلا یه مثال، اونا توی خودشون یه قانون وضع میکنن که مثلا نوشیدن هر گونه مثلا مشروبات الکلی ممنوعه برای همشون و یهو مثلا رفته رفته که همه چیز تغییر پیدا میکنه میبینن که مثلا خوکا دارن آبجو میسازن و شروع میکنن به تحریف کردن تمام قوانینی که خودشون وضع کرده بودن و دقیقاً میشه همون حکومت استبدادی یا مثلا انسان‌ها رو دخیل میکنن توی کار و همه این چیزها. کتاب 1984 به اندازه قلعه حیوانات یا مزرعه حیوانات نمادین نیست و داره داستانی قهرمان داستانی مردیه که توی یک وزارتخونه کار میکنه. دقیقا میشه گفت که عین همان این دوتا کتاب، ولی مزرعه حیوانات یه جوری نمادینشه و 1984 داره توصیف میکنه زندگی اون آدم، یعنی دیگه مثلا از حیوان و اینا خبری نیست. یه تفاوت کوچیک من بذارم تو یه نفسی بکشی. در واقع توی مزرعه حیوانات سیر در واقع این استحاله افراد پایین دست جامعه وقتی که یک انقلابی صورت میگیره در اون جامعه کوچک، اون مزرعه، اون جامعه که اصلا همونطور که گفت به زبان نمادین، ما روند این تحول رو، این استحاله رو، این مسخ شدگی اینها رو ما شاهدیم. یعنی ما میبینیم که چطور اینها یواش یواش جامعهشون دوباره تبدیل به یک جامعه استبدادی میشه و در نهایت خوک‌ها به عنوان در واقع لیدرهای اولیه چطور لیدرهای دیگر رو حذف میکنن، همه اینا رو میبینیم. چطور جنبه‌های در واقع خشونتبار و تمام روندهایی که ممکنه در یک انقلاب اجتماعی این شکلی سوسیالیستی در واقع به این شکل اتفاق بیفته رو میبینیم، شاهدیم و در نهایت ما شاهد این جریان الیناسیون یا مسخ شدگی هستیم که در نهایت منجر میشه که تصویر آخرش اینه که یکی از خوک‌ها دقیقاً، این خوک اصلی در واقع دقیقاً تبدیل میشه به انسان همون. تبدیل میشه به یک انسان. یعنی چطور خوک‌ها انسان شدن؟ انسان اینجا به معنی اون در واقع دیکتاتور توتالیتر. و یه نکته ریزی هم که داره این کوچولو. نه من فقط چون گفتم تفاوت این حرفم تموم شد بعد برمیگردیم که راجعشون حرف. تفاوتش با 1900 چون داشت دو تاشون گفت. تفاوتش با 1984 اینه که 1984 ما رو در اولا که از این نماد پردازی حیوان و اینا دیگه خبری نیست. انسان یک جامعه انسانیه. تو ژانرش در واقع اگه بخوایم در نظر بگیریم یک ژانر علمی تخیلیه و ما رو در موقع ما رو وقتی وارد داستان میکنه که این جامعه شکل گرفته. یعنی دیگه ما روند شکلگیری این جامعه رو نمیبینیم، بلکه ما در اون موقعیت آخر زمانی یا اپوکالیپتیک قرار داریم الان و شاهد زندگی یک فرد در این جامعه هستیم. این هم تو را از خلاصه گویی رهاندن، هم این که در واقع این دوتا ویو این دوتا کتابه. و یه نکته ریزی هم که داره مخصوصا توی خود هم قلعه حیوانات این که اون کسی که بنا رو بر این میذاره که یه سری قوانین میذاره، یعنی در موردش فکر کرده، یه جورایی پیر فرزانه‌شون به حساب میاد که داره این کار انجام میده، خودش زنده نمیمونه که ببینه این تغییرات رو و به خاطر همین بعدها اون قوانین رو بقیه قشنگ فقط حکایت اینه که با سر نشون میدن که بله فهمیدیم، اما وقتی که خود طرف نیستش همون قوانینی میشه که ضرر میزنه به خودشون تو همون مجموعه که هستن. در واقع تو قلعه حیوانات مبانی فکری رو داره میگه، نه مبانی انقلابی رو. نه مبانی انقلابی خب نه مبانی فکری. در واقع خب میدونی اصلا، یعنی حالا پرنیانم که
با هم حرف میزنیم قبلش. در حال جورج اورول در واقع تحت تأثیر انقلاب مارکسیستی این کتاب رو نوشته، اتفاقی که در جمهوری شوروی میفته و اون انقلاب سوسیالیستی مارکسیستی که اتفاق میفته. مارکس خودش، کارل مارکس، یک فیلسوف بود و یک نظریه پرداز بود، یعنی یک آدم اندیشه بود، مثل همون آدمی که میگه خودش زنده نیست که ببین. اصلا اون وارد حوزه انقلاب و اینها نشد. اتفاقاتی که بعد از اون افتاد، یعنی به ترتیب، یعنی توسط آدمهای دیگر، لنین، استالین و امثال هم، یک بحث دیگری است که در واقع تبدیل به شکلگیری حزب کمونیسم شد، که در واقع کتاب مزرعه حیوانات ملهم از اون اتفاقات اونجاست. اما نکته مزرعه حیوانات یا 1984 و کتاب‌های شبیه اون اینه که اون صرفاً محدود در گستره فهم اون موقعیت تاریخی که نویسنده ازش ملهم شده قرار نمیگیره و تا انتهای تاریخ، همطور که پرنیان اشاره کرد، هر ایدئولوژی که بخواد بیاد در واقع ارباب قدرت بشه رو هم زاویه نظر خودش قرار میده تو این کتاب و میتونه مشمولش بشه. درسته. آره، میخوام یه اسارت کوتاه میکنیم، برمیگردیم که مبحث که باز میشه راحت تر در موردش صحبت کنیم. من هیچی نمیگم، شروع کن. یه چی نگام کرد کلی تو این آنتراکت خط نشون کشید کردن، اگه من یادم بره کی جواب دادن، کی میخواد پاسخ بگه. نه، چیزی که میخواستم بگم اینه که یه نکته که اورول داره توی نوشتهاش اینه که تو هر زمانی، مثلا خب زمانی که اینو نوشته بوده قرن 20 بوده، ولی الان هم که اینو میخونی، وقتی میخونیش میگه که خب ایول، که الان داره زمان حال رو توصیف میکنه و یه جورایی میگن که 1984 پیشگویی آینده انسانه، مثلا اینکه حتی یه بازیه که هی داره تکرار میشه، دقیقاً تکرار میشه، چون دوباره تش میرسیم به اینکه تمام ایدئولوژی هایی که انسان ارائه میکنه، شامل تمام اسمایی که میگه و اینا، ممکنه که در تئوری منطقی به نظر بیاد، ولی وقتی که عملی میشه اونی نمیشه که میخوای. چون مثلا یه نمونهش اینه که توی مزرعه حیوانات وقتی اینا یه سری قوانین وضع میکنن و این قوانین رو میزنن به دیوار، یه سری از حیوانات حتی سواد به خودشون زحمت نمیدن که سواد نوشن، خوندن نوشن، یاد بگیرن که بتونن این قوانین رو بخونن، و وقتی قوانین عوض میشه اینا حتی متوجه نمیشن، چون خوندن نوشن بلد نبودن. و این برمیگرده به اینکه خب اوکی، وقتی که ما مثلا یه تئوری رو ارائه میکنیم، تمام مردم باید اوکی بشن، یعنی سطح کارگر جامعه باید از نظر فکری و مثلا علمی بیاد بالا که این ایدئولوژی واقعا اونجوری پیش بره که تو تئوری گفته شده، ولی مدام پیش رو یه نفر پیش نه یه نفر یه جمله گفت، گفتن اه چقدر خوبه همه دنبالمون نرن، بدونن دنبال چی دارن میرن، کجا میرن. دقیقاً. و مثلا یه چیزی که تو کتاب 1984 هست، یک برادر بزرگ دارن که بیگ برادر، که توی همه حکومت‌ها این فرد دیده میشه، حتی توی همه اسما تقریبا به جز آنارشیست میشه گفتش که همچین فردی وجود داره، که یه نفره که نماد اینه، که این نماد پاکیه، نماد مظهر اینه که هیچ وقت حرفش اشتباه نمیشه، هر پیشگویی که میکنه درسته. و کاراکتر قهرمان داستانی که توی کتاب 1984 هست، مثلا شغل خودش اینه که مثلا میاد توی روزنامه‌ها، مثلا برادر بزرگ گفته که فلان سال فلان جا قحطی میاد، بعد این اتفاق نیفتاده، و اینو برمی‌دارن تمام روزنامه‌هایی که راجع به اون مطلب گفته شده میارن، همه رو چینج میکنن، تغییر میدن و دوباره مثلا میدن توی روزنامه فروشی و قبلی‌ها رو همه رو آتیش میزنن. یعنی و این شعار رو دارن که وقتی گذشته تو دستای توئه، آینده هم در نتیجه تو دستای توئه، و خیلی راحت گذشته رو تغییر میدن. یکی از اصلا نکات مهم 1984 که میگی اون بچه پیشگویان هم روش هست، همین توجهش به مفهوم حقیقت یا واقعیت که توسط نهاد قدرت دستکاری میشه و حقیقت تاریخی یا حقیقت عینی حتی توسط نهاد قدرت دستکاری میشه و به صورت حقیقت دستکاری شده، یعنی در واقع حقیقت نیست،
به خورد جامعه داده میشه، تاریخ رو عوض میکنه، تاریخ و امر واقع رو. این یکی از چیزهایی که تو 1984 به خوبی بهش اشاره شده و اون چیزی که پیشگویانه بوده اون سالی که اینو نوشته خیلی توش، در واقع استفاده ایه که مدیا در این امر انجام میده، یعنی اون تلسکرینی که گذاشته رو بعدها خیلی ها، یعنی حتی میدونی اصلا این فکر نمی، هیچ وقت هیچ کس فکر نمی کرد که مثلا 1984 رو بشه تطبیق داد با جامعه آمریکا یا سیستم، ولی بعدها با نقش پررنگی که رسانه ها در جامعه آمریکا بازی کردن، خیلی ها گفتن که اتفاقا جامعه آمریکا تبدیل به وضعیت 1984 شد. این نکته اینجا قابل گفتنه که 1984 یکی از اثرگذارترین کتاب ها بر کتاب ها و یا آثار هنری دیگه بعد از خودشه. مثلا در سینما هم نمونه هایی داریم، ژان لوک گودار یک فیلمی ساخته که من هر کار کردم باز اسمش یادم نمیاد که ملهم از اونه، و همینطور در آثار ادبی دیگه هاروکی موراکامی اصلا یک کتابی نوشته به نام 1Q84 که کیو در ژاپنی میشه 9، یعنی اصلا اسم کتاب در واقع 1984. و خب استر رو که قبلا راجبش حرف زدیم، او هم خیلی تحت تاثیر این کتاب و کتاب‌های آخرالزمانی دیگری همچون این، چون یک وضعیت آخرالزمانی در به این کتاب‌ها میگن کتاب‌های آخرالزمانی، مثل بهشت گمشده ملویل که شاید راجب اونم حرف زدیم یک وقتی، خیلی اینها تحت تاثیر اینن، به خاطر اینکه در واقع یک نقد سیاسی اجتماعی هم در این کتاب هست و اون رویکرد پیشگویانه هست. این در واقع توجه به عنصر قدرت که پنهانه، یعنی درسته که تو 1984 از یک بیگ برادر حرف زده میشه، ولی این بیگ برادر کجاست؟ در واقع در تک تک این آدم ها حضور داره و در مدیا وجود داره، این عناصر که اعمال قدرت میکنن، اون جایی که وجود داره رو به ما توجه ما رو جلب میکنه. جالبه که یه تعداد نویسنده ها اومدن هم تحقیق کردن، همین که گفت زحمت کشیدن و این رو نوشتن، و اینکه داره دوباره هی تکرار میشه همیشه و همه جا، دوباره توی سیاست ها، حالا اجامه های کوچیکتر تا بزرگتر، اینه که میگن تأثیر یک کتاب اینه که وقتی که خونده میشه بتونی ازش تأثیر بگیری، بتونی اون رو تغییر بدی، یه اتفاقاتی رو براش بیاری، اما مدام داره همون تغییر بدون تغییر داره هی تکرار میشه متاسفانه. میدونی نکتهش همینجاست که تو وقتی کتاب 1984 رو میخونی، وقتی میرسی به صفحه 300 به بعد که یه سری اتفاقا برای شخصیت اصلی داستان میفته، این کلا توی داستان داره سعی میکنه که به این نتیجه برسه که من یه سری چیزا توی خاطرم دارم، پس چرا این چیزا توی اسناد نیست؟ و من خودم حتی شغلم اینه که اسنادو تغییر بدم، پس الان حقیقت کجاست؟ واقعیت میشه از کجا فهم؟ و از یه تایم به بعد شروع میکنه پرسجو راجع به گذشته که آیا واقعا قبل از اینکه این حزب بیاد روی کارم زندگی مردم اینجوری بوده؟ اگه ما هر روز داریم از این دستگاه تلسکرین رو معروف داریم میشنویم که مثلا ما داریم در جنگ پیروز میشیم، قحطی از بین رفته، پس چرا زندگی مردم اینقدر فقیرانه است؟ و وقتی تو به صفحه 300 به بعد کتاب میرسی، وقتی که اینو حالا مثلا یه اتفاقاتی براش میفته و اینا رو دستگیرشون میکنن، یک فردی هست که اونو شکنجه میده که همون فردیه که در حقیقت خودش اونو توی این مسیر قرار داده. وقتی که تئوریای اون فرد رو میخونی و وقتی که کتاب میخونی به این نتیجه میرسی که کاملا تئوری درستیه، در صورتی که تو میدونی این حزب غلطیه، مردم بدبختن، ولی وقتی که هر سری که مثلا اون زیر شکنجه یه سوالی میپرسه از اون فردی که داره شکنجهش میکنه و اون جواب میده، تو به این نتیجه میرسی که خب آره حق داره، چون مدام عادت کردیم صورت مسئله رو پاک میکنیم. اون چیزی که خیلی مهمه مثلا توی کتاب مثلا 1984 این همین نکته است، این رو توی چیز تو نمیبینی، این رو توی مزرعه حیوانات انقدر نمیبینی. خب اینی که در واقع سرنوشت و این چیزیه که توی تاریخ هم هیچ وقت نمیبینی، مزرعه حیوانات انگار یک تاریخی رو داره مینویسه، مثل نمادینم تاریخ این حیوانات. خب تو تاریخ هیچ وقت این چیزا نوشته نمیشه، ولی اون چیزی که تو 1984 داره نوشته میشه سرنوشت، احساسات، عواطف و درونیات یک فرد انسانی است و در جامعه توتالیتر در واقع سوسیالیست، به اون شکل توتالیتری سوسیالیست فاشیست توتالیتری مثل که تو 1984 داره مطرح میشه، اون چیزی که نادیده گرفته میشه و مدام انکار میشه فردیت هر فرده. نکته مهم اینه که این اومده تو این کتابش در واقع همین فردیت رو روبروی
اون سوشالیسم، اون جامعه گرایی کلان قرار داده. اما چیزی که در واقع شاید حتی پاشنه آشیل اینجا خود اورول معرفی میکنه اینه که یک فرد انسانی به سبب ضعف‌هایی که داره، هر فرد یعنی انسان از یک نقطه ضعف‌های و شکنندگی که داره هیچ وقت نمیتونه روبروی اون سوشالیسم عظیم وایسه و لاجرم تو چرخدنده اون بین چرخدنده های اون سیستم عظیمی که داره کار میکنه له میشه و خورد میشه. در واقع این اون در واقع تلخ کامیه که نمایش میگذاره در انتها، که هیچ راه گریزی از این نیست جز اینکه او هم الینه بشه، اون هم مسخ بشه، اون هم قسمتی از اون که همین اتفاق هم در آخر کتاب میفته. ما در آخر کتاب که کتاب اون خیلی جالبه 1984 اول آقای مهیارداد به من گفت بخونن صفحه آخر نه که هم گفتم 437 صفحه است من اینو نمیخونم و وقتی شروع کردم کتاب خوندن یه جوری خودم خوندم که اصلا نفهمیدم چی شد، یعنی انقدر که با اینکه مثلا یه جوری میشه گفت که کتاب حالتهای سیاسی داره، مثلا راجع به ایسما داره حرف میزنه، همین باعث میشه خیلی گارد میگیرن از اینکه این کتابو نخونن. دقیقاً خیلی سری میرن سراغ، چون دنبال همچین چیزی نیستن، فکر میکنن دارن میرن سخته آره، چون سخت مثلا مباحث سیاسی رو داریم چون آفرین بخاطر من میگن آره ما مثلا قلعه حیوانات رو خوندیم، که در صورتی که قلعه حیوانات حالا نیاز بر این داره که تو بیای حالا بگی که چرا خوک، چرا اسب، چرا این نمادها رو هم بفهمی، اون که حتی داره برای توضیح میده. میگم حالا غیر از این، حالا الان که حرف اینا شد لازمه که اسم ببریم از یک کتاب دیگه بازم حتما میزنن اینجا که ما حتما راجع به اون نویسنده هم حرف میزنیم، در که به این نظر من، شاید کسی دیگه همین گفت نمیدونم، ولی به نظر من 1984 متأثر از او و کتاب محاکمه در یا آثار دیگه، ولی خصوصا کتاب محاکمه کافکاست که دیگه مثلا منتها او به شکل در واقع حالا اون کافکاست دیگه، یعنی قابل قیاس نیست یعنی اصلا و یکی از در واقع شاید مثلا تأسفایی که من دارم اینه که نه اینکه مسخ کتاب بدی باشه ها، مسخ خیلی کتاب خوبیه، ولی اما چرا ما تو ایران فقط کافکا رو با مسخ میشناسیم، عامه مردم خب یعنی به مسخ، در صورتی که محاکمه مثلا اصلا چیز دیگری است. این همه برمیدونه به معرفی نکردن درست کتاب، دقیقا مقایسه بین مسخ و مثلا محاکمه یا حالا کتاب دیگرش، مقایسه بین این دوتا مثل مقایسه بین مزرعه حیوانات و 1984. یعنی محاکمه واقعا یک چیز چکیده و من دلم میخواست که البته خیلی خیلی اسمهای دیگری، یعنی مثلا جی جی بارا، اما خب خیلی زمان کرد اسما رو تونطور بگم آره. یکی اینو خونده بره اونا رو بخونه آره، مثلا جی جی بالارد یک کتابی داره به نام برج یا یک چنین چیزی اسمش، الان من اسم رو ممکنه اشتباه سرچ میکنم آره، ولی این کتاب جی جی بالارد به شکل خیلی، یعنی اون هم در واقع یک اقتباس یا یه نگاه دوباره مطابق با این ویو جی جی بالارد، ویو امروزینش که نویسنده آمریکاییه، اون رو جزو نویسنده پست مدرن قلمداد کردن، من با این کلمه مشکل دارم، ولی به هر حال با این احتساب خیلی به 1984 نزدیک این کتاب و خوندن اون کتاب رو، من برای کسی که 1984 رو خونده حتما از این طرف محاکمه، از اون طرف کتاب بالارد رو توصیه میکنم. مرسی از توصیه های مفیدتون مسلمن. من اسمش یادم رفته ولی میکنم. پیدا میکنیم که تو زیرنویس برنامه حتما بزن. اسمش بیاد حتما. خیلی خوب بود، خدافظی با بکنیم، نصفش مونده ها نصف بیشترش آره، خیلی حرفای خوبی پرنیان رفته بود، در واقع خیلی چیزای خوبی در آورده بود، از مثلا اشاره به اجلاس تهران موقع که تاثیرگذار بود روی نوشته شدن کتاب و اینا. نتیجه میگیم که الان خدافظی میکنیم، خیلی زمان کمه، تا برنامه بعدی در کنارتون خواهیم بود. داستان شبرنگ، پسر دیو سپید و رستم. شبرنگ نامه یکی از منظومه های پهلوانی پیرو شاهنامه است که نه نام سراینده یا مشخص است و نه زمان سرایش آن، ولی بر اساس برخی ویژگی های زبانی متن آن میتوان حدس زد که در
قرن ششم هجری سروده شده. دکتر ذبیح الله صفا حدس میزنه که این داستان پیش از دوران مغول و شاید در قرن ششم هجری قمری سروده شده، ولی او شاهد و قرینه ای برای این گمان خود ذکر نکرده. شاید این گمان بر این اساس باشه که مهمترین داستان‌های حماسی مانند گرشاسب‌نامه، بهمن‌نامه و کوش‌نامه در سده‌های پنجم و ششم به پیروی از فردوسی سروده شدند. با این همه، اگر هم این تاریخ تردیدآمیز باشه، دست کم تردیدی نیست که شبرنگ‌نامه پیش از قرن دهم هجری سروده شده. شبرنگ‌نامه داستان شبرنگ پسر دیو و سفید رستم به کوشش ابوالفضل خطیبی، گابریل واندربرگ، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار. انتشارات سالس فعالیت رسمی خود را از سال 1375 شمسی آغاز کرده. در عرض سالهای فعالیت خود بیش از 600 عنوان کتاب عمدتاً در حوزه‌های علوم انسانی یعنی ادبیات، دین، تاریخ، فلسفه، علوم اجتماعی، روانشناسی و هنر منتشر کرده. بسیاری از این کتاب‌ها مورد استقبال اهالی کتاب قرار گرفته و به چاپ‌های متعدد رسیده. یکی از اموری که سالس به طور جدی به اون توجه داره حضور در مجامع و نمایشگاه‌های بین‌المللی کتاب و مذاکره و کسب تجربه در حوزه نشره. برای این منظور تا کنون در بسیاری از نمایشگاه‌های جهانی کتاب نظیر نمایشگاه فرانکفورت، سوئد، ژاپن، کانادا، اسپانیا و امارات حضور داشته. برگی دیگر از درگذر کتاب ورق خورد و این یعنی صفحه بعد.